اگر که زمانی که حکومت شما دعوا از آن داره که ما گناهگار نیستیم، فرزند حلیموف چون این عمل کرده است و 30 نفر، تصور کنید 30 نفر کشته شده است، اگر شما دعوای غیری گناهگار شدن خودتون می حسابین، اسناداتون رو پیشنهاد کنین، نواراتون رو پیشنهاد کنین. زندان کو دوربین ها داره، ما خوب می دونیم. چرا در همه شب و روز، در چند روزی اخیر، در ماهای اخیر، در چند کشورهای دنیا چنین عمل ها رخ داده داخل زندان ها؟ در یکم زندان یک زندانی کشته نشد فقط در تاجیکستان. مادری تاجیک، مادری تاجیکستانی آیا به خاطر کشته شدن فرزند تولد کرد؟ آیا شما او فرزند کلون کرده دلتان میسوزه؟ آیا شما نان داده برای او؟ آیا دستی او تفلک گرفتین کلون کردین؟ در قضیه زندان شهری وحدت اکثریت جوانهای 20 25 تا 30 ساله در گذشتند، بجز از 4 5 مردهای بزرگ، دیگر همگی جوان بود. او چی دانند مرگ قتل چی است و کشتار چی است؟ تصور کنید میشینن یک تعیناتی مخصوص تشکیل میکنن، برنامه ریزی میکنن، پیغام به رحمانوف میره اوان میکنن که آقای رحمانوف باید در فلان زندان ما فلان کسا بکشیم، امضا را میگیرن. پس فردا قوای مخصوص توسط امنیت کشور داخل زندان میشون، بدون کدام پر سراخ میکشن. فردا رحمانوف سفر میکنه دنگره. برای مثال آیا میگن که قبل از همی سفر در زندان شهر وحدت بهترین جوانای ما قربان شدن؟ با خزه الهی نمردن، کشتن شونا. همو فرداش، همو پس فرداش یک گروه مخصوص سفر کردن به ولایت ختلان. باز انا همو چیز، انا همو رقص، انا همو بازی. چون انا چون برنامه های قبلی از سال 2012 تا امروز این همی شعار است، فلسفه زندگی رحمانوف. در یک منطقه خون میرزه، در یک منطقه خونی هزارها، در منطقه دیگر کنسرت و رقص و بازی. تمام اینا عکس شاهد زنده این سفر بعد از آن همون کشته شدن قربانی ها است. خب در خاطرتون از دوستان عزیز، چند مدت پیش در زلند نو یک نفر، یک تروریست داخل شد، جان 49 از شهروندهای همون کشوری که خارج از کشور در اوج زندگی میکردند گرفت. فرداش خلمی رحمانوف بسیار تیز است، بسیار نویسته کرد. امروز سازگزاری صلح و وحدت پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم فلانی با سروزیر زلندیای نو برقیه تسلیه ارسال نمود که ما بسیار غمگین شدیم در کشوری شما، چیکار کردن جانی هموطنای شما برده شد. سایت رسمی پرزیدنت یک بار کو ورق زنین، آیا بر آمدن یک بار از پرزیدنت، وزارت عدلیه، خودی زندانبان ها، خودی حقوقی که در تاجیکستان کمیته که حقوق انسان نگاهبین میکنند، حفظ میکنند، کدام او یک کامنت خود روان کرد؟ کدام او همدردی بیان کرد؟ برعکس فرزندان اینا را بردن بدون جنازه در خاک سپاریدن. یک چند عکس ها روان کردن. برای چی؟ به خاطر که مردم باید از چی ترس داشته باشه، مردم باید از ما بترسه. و در بالا گفتیم که دیروز پرا و روشنتر برای شما از طرف رهبری گروه 24 ذکر شده بود، زیاد در این مسئله صحبت نمیکنیم. زیاد
چرا طفلک حلیم فا کشتن؟ بچه یکی 21 ساله. چرا؟ من مطمئنن میگم که چونین عمل حتی نفری که در دست سلاح در مرز میسته او غیرت نمیکنه که سلاح خطی کسی را بکشه. او غیرت نمیکنه. سرباز یک زندانبانی که نه سلاح دیده است در یک بازار سودا میکرد قبل از زندان شدن. آیا او میرود جان 30 نفر و 33 نفر را میکشه؟ در این حادثه باز هم یک افسر پلیس یک مایور میلیسه از دنیا گذشت. همسرش برو بعد گفت من خانه ندارم، زندگی ندارم، در ندارم. نفری که در سرای کیفتش پگان داره، رتبه داره، در خدمت ظالم بود کشته شد. زن و فرزندش در خیابان، من خانه و زندگی ندارم. پیغام به تمام شما افسران پلیس، با تمام شما رتبه‌دارها، با تمام شما قماندان‌ها، با تمام شما نوعی که یک کروک، دو کروک، سه صف ایستاده حکومت رحمان فرد دفاع میکنین، شما را مثل یعنی همه این افسر پلیس روز میشه و قربانی سیاست اینها میشین. مطمئن باشین. این سخن‌ها را بعد از سر شما فرزندای شما گوش میکنن، میگن راست میگفتن یک گروه. پدر چرا گپی را نگرفتی؟ چرا در این رژیم خدمت کردی؟ ترا قربان کردن. ما صغیره موندیم، مادرم یتیم موند، خواهر بزرگم در کوچه در بدر موند. یارا بعد از سرای پدراتون شما میشنوید. حالی هم سری وقت است. مراد از ما گفتن بود و گفتیم حوالت بر خدا کردیم و رفتیم. امروز در سری شما نه. خدا نکنه ما هیچگاه طرفدار اون هستیم که بالای یک افسر پلیس خدا نکرده یک سرباز، یک ناظر منطقه چنین ظلم بیاید. اما آمدنی سیاست های خطا می بیم.